سقوط اخلاقی نظام تهران. بالا بودن آمار نسبی فوت ناشی از ابتلا به کرونا در ایران نسبت به سایر کشورها به شفافیت سیستم اطلاع رسانی ما باز می‌گردد و نباید برداشت شود که یک کشور عقب افتاده هستیم. این اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت ایران درباره علت بالا بودن آمار نسبی فوتی‌های کرونا در ایران به نسبت شمار مبتلایان در مقایسه با سایر کشورهاست. اندکی دقت در این اظهارات بیانگر سقوط اخلاقی نظام تهران در رده‌های مختلف حکومت ولایی است. مقایسه این اظهارات با نظرات کارشناسان و منابع علمی جهانی تفاوتی فاحش درباره نسبت مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران و جهان را نشان می‌دهد. منابع علمی نسبت مرگ و میر مبتلایان کرونا را بین 2-3% اعلام کردند. به بیان ساده، بر اساس آمار جهانی از هر 100 نفر مبتلای به کرونا 2 یا 3 نفر می‌میرند. اما در یکی از آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای وزارت بهداشت در ایران اعلام شد که 139 نفر در کل کشور به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 19 نفر جان باختند. یعنی نسبت جان باختگان به مبتلایان در ایران حدود 13.7% است. به عبارت دیگر این عدد یا نسبت با هیچ حساب و کتابی با 2 یا 3% آمار جهانی مطابقت ندارد. چون این رویه‌ای در آماردهی در تمامی اعداد و ارقام اعلام شده از سوی نهادهای حکومت ولایی درباره مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا نمایان است. پرسش اینجاست که چون این تفاوت فاحشی چه دلیلی دارد؟ پاسخ به همین پرسش است که پرده از آماردهی دروغ مقام‌ها درباره انتشار کرونا در ایران برمی‌دارد که خود بیانگر سقوط اخلاقی در نظام ولایی است. پاسخ را باید در آمار سازی سیاسی یا سیاسی سازی آمار از سوی حکومتگران در ایران جستجو کرد. در این میان کمترین صدمه چنین روی کردی تحمیل بار سنگین روانی بر مردمی خواهد بود که حکومتشان با دادن آمار نادرست به شایعات دامن زده است. از همین روست که سازمان گزارشگران بدون مرز نظام حاکم بر ایران را به پنهانکاری درباره همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع رسانی مستقل در این کشور متهم کرد. از یک سو با امنیتی ساختن اخبار مربوط به کرونا در ایران حق دسترسی مردم به اطلاعات با کیفیت درست و مستقل را سلب کرده و سوی دیگر با نگاه فرقه‌گرایانه به یک بحران انسانی که عقیده و پندار و مسلمان و نامسلمان نمی‌شناسد، برخلاف تمامی موازین انسانی، حقوقی و علمی، مردم را به حضور گسترده در مزار منصوب به بانو فاطمه معصومه فرا می‌خوانند. آنچنان که محمد سعیدی تولیت مزار موسوم به حرم حضرت معصومه در قم در واکنش به نگرانی ها و انتقاد ها درباره ادامه فعالیت این مرکز مذهبی با وجود شیوع بیماری کرونا گفته است، ما حرم را دارالشفا می دانیم و مردم با قوت بیایند. ما این حرم مقدس را دارالشفا می دانیم. اینجاست که سقوط اخلاقی نظام تهران بار دیگر رخ می نماید. تا جایی که سازمان گزارشگران بدون مرز به پنهانکاری رژیم تهران در اطلاع رسانی پیرامون بیماری کرونا هشدار داده و در بیانیه ای آورده است، از یک سال پیش جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که درباره بحران‌های پیاپی از بحران سیل تا آمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه و یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در اطلاع رسانی پنهانکاری می‌کند.